با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز چهارشنبه 8 دی ماه 29 ماه میلادی دسامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ناامیدی طرفهای غربی برجام از دستیابی به توافق. کشورهای اروپایی میگویند توسعه برنامه هسته‌ای ایران برجام را کاملا از بین میبرد و برای نجات توافق فقط چند هفته فرصت داریم. آمریکا هم وضعیت را خطرناک توصیف و اعلام کرد. سرعت مذاکرات نسبت به پیشرفت برنامه اتمی ایران بسیار کند است. هشدار رسانه‌های داخلی درباره طرح بنزینی دولت رئیسی. دنیای اقتصاد نوشت این عدالت نیست، انحراف است. روزنامه شرق نسبت به احتمال افزایش قیمت بنزین هشدار داد. و 14 کلان شهر ایران درگیر آلودگی هوا. مدارس 11 شهر استان اصفهان و 4 شهر آذربایجان شرقی از جمله تبریز تعطیل شد. وضعیت هوای تهران، مشهد، عراق و کرج هم ناسالم است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات احیای برجام را در مقایسه با شتاب توسعه برنامه هسته‌ای ایران بسیار کند توصیف کرد. به گفته نت پرایس، مذاکره کنندگان با شرایط خطرناکی مواجهند. وضعیتی که در آن ایران ضمن توسعه فعالیت‌های هسته‌ای همکاری با بازرسان آژانس را کاهش داده است. پرایس در ادامه تاکید کرده ادامه چنین وضعی ممکن نیست و زمان بازگشت متقابل به برجام به زودی از دست می رود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد درباره راه‌های جایگزین با متحدان و شرکای خود در تعامل هستیم. همزمان کشورهای اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترک اعلام کردند به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که توسعه برنامه هسته‌ای ایران برجام را به طور کامل از بین خواهد برد. در این بیانیه آمده اروپا ضرب العجلی برای مذاکرات تعیین نمی‌کند، اما برای نجات برجام فقط چند هفته و نه چند ماه فرصت باقی مانده است. تیم مذاکره کننده آلمان، فرانسه و بریتانیا در واکنش به اظهارات اخیر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتند غنی‌سازی 60% اورانیوم در کشوری که سلاح اتمی ندارد بی‌سابقه است و ذخیره فزاینده مواد با غنای 60% ایران را به داشتن مواد مورد استفاده در سلاح اتمی نزدیک‌تر می‌کند. برخلاف مذاکره کنندگان ایران و روسیه، آمریکا هنوز از پیشرفت در گفتگوها صحبت نمی‌کند. بیشتر بشنویم از روند مذاکرات از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین. چیزی که می‌دونیم اینه که معمولاً ایران انتقاد می‌کنه از موضع تند سه کشور اروپایی در این مذاکرات و معتقده که اونها نقش سازنده ایفا نمی‌کنن. بیانیه‌ای که سه کشور اروپایی منتشر کرده روز گذشته در مقایسه با بیانیه‌های دیگه‌ای که تو یک ماه گذشته منتشر کرده نسبتاً نرم‌تره، هرچند که همچنان این ناامیدی و نگرانی از گذر زمان و نتیجه کم یا ناکافی از مذاکرات رو میتونیم توی این بیانیه هم ببینیم. از طرف دیگه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی و مذاکره کننده ارشد این کشور در گفتگوهای وین یک مصاحبه داشته با نشریه فارن پالیسی. در این مصاحبه اشاره کرده به اینکه او خوشبین دلیلی برای بدبینی نمیبینه، هرچند که نمیتونه تضمین بکنه که این مذاکرات در نهایت به نتیجه میرسه یا نه، ولی معتقده که طرفین این خواست و اراده رو برای به نتیجه رسیدن دارن. اشاره میکنه به اینکه ضرب العجلی که از طرف دیگران داره تعیین میشه ضرب العجل ساختگی به او گفته او، هرچند که تو بیانیه شب گذشته سه کشور اروپایی اومده بود که اونها ضرب العجل که ایجاد میکنن ساختگی نیست و به باور اونها فعالیت‌های هسته‌ای ایران داره به جایی میرسه که برجام رو به زودی از معنا تهی خواهد کرد. بنابراین از نظر اونها این زمان بسیار مهمه و به جایی خواهند رسید که دیگه امکان نجات برجام از نظر اونها با توجه به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود نخواهد داشت. نکته جالب دیگه که این مصاحبه داره اینه که آقای اولیانوف گفته که روسیه و چین تونستن ایران رو متقاعد بکنن که از درخواست‌های حد اکثریش خودداری بکنه و در مثال
اشاره میکنه به اینکه آقای باقری کنی و تیمش وقتی مذاکرات رو شروع کردن اصرار داشتن که این گفتگوها تنها بر لغو تحریم‌ها متمرکز باشه و نه فعالیت‌های هسته‌ای، که حالا اون موضوع در واقع منتفی شده با در واقع کمک روسیه و چین. و از طرف دیگه اشاره کرده به اینکه تیم ایران پذیرفته که مذاکرات بر مبنای همون پیشنویسی پیش بره که توی اوایل تابستان گذشته طرفین بهش رسیده بودن، یعنی مذاکره کنندگان قبلی. توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین رو میشنیدید. همانطور که پیشتر هم اشاره کردم، در حالی که ایران و روسیه نسبت به پیشرفت مذاکرات ابراز خوشبینی میکنند، آمریکا و اروپا وضعیت را وخیم و اضطراری میدانند. ارزیابی جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اروپا رو در همین رابطه بشنویم. ببینید، اینکه آقای میخائیل اولیانوف در توییتی که زد اشاره کرده به این موضوع که در واقع خوشبین هست نسبت به پیشرفت مذاکرات یا صحبتایی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کرده، پدیده تازه نیست. ما پیش از این هم شاهد این بودیم که روسیه و ایران هر دو ابراز خوشبینی کرده بودند نسبت به سطح پیشرفت مذاکرات. اما هیئت‌های نمایندگی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا برای نخستین باری نیست که پشت میز مذاکره با جمهوری اسلامی می‌نشینن. الان دور هشتم شما داریم تجربه می‌کنیم و به اندازه کافی تجربه به دست آمده که با احتیاط بیشتر برخورد بکنن. آمریکا و اروپا همه یک دست و متفق النظر هستند که در صورتی که این مذاکرات بخواد به درازا کشیده بشه، عملا با توجه به پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شانسی برای اینکه به یک توافق برسن روز به روز کاهش پیدا میکنه و به شکلی میشه گفت که به زودی حتی منتفی میشه. توضیحات جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اروپا از کلن رو میشنیدید. با توجه به اینکه آمریکا در روزهای اخیر بارها از طرح جایگزین برجام گفته، از افشین شاهی استاد روابط بین الملل پرسیدیم آیا این به آن معناست که از رسیدن به توافق با ایران ناامید شده؟ همینطور که خودشون هم مکررن در هفته های گذشته اعلام کردن، این فرصت آخره، چون فشارهای سیاسی نه تنها از طرف اون طیف سیاستمدارانی که خب نزدیکتر هستن به اسرائیل روی دولت بایدن بیشتر میشه، بلکه به نظر من یک بحث داغی هم درون حزب دموکرات به وجود آورده. حتی خیلی از یاران و نزدیکان بایدن اعتقاد دارن که بایدن دیگه داره بیش از اندازه انعطاف نشون میده و بایدن چاره‌ای نداره که در یک چارچوب بسیار کوتاه مدت زمانی در واقع تکلیف برجام رو مشخص بکنه. آیا همواره میخواد تن بده به یک مذاکره بسیار فرسایشی که اصلا معلوم نیست که انتهای اون چه زمانی خواهد بود، یا اینکه یک رویکرد متفاوتی رو اتخاذ بکنه، یک ضرب العجلی رو اعلام بکنه که اعلام هم کرده و روی اون وایسه. پس به نظر من این دور مذاکرات و این اولتیماتومی رو که تیم مذاکره کننده ایالات متحده به جمهوری اسلامی در روزهای گذشته داده باید جدی گرفت. توضیحات افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن رو میشنیدید. رسانه‌های ایران در واکنش به طرح دولت برای تغییر سهمیه بندی بنزین، این طرح را مبهم، غیرعادلانه و دارای انحراف توصیف کردند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته این طرح انحراف و لغزش در عدالت بنزینی است و از کاهش 5 لیتری میزان سهمیه بنزین انتقاد کرده. همزمان روزنامه شرق از احتمال افزایش قیمت بنزین ابراز نگرانی کرده. این روزنامه نوشته میزان مصرف روزانه بنزین 85 میلیون لیتر است. در این طرح حدود نیمی از آن در سهمیه بندی واریز می شود. پس تکلیف قیمت نیمه دیگر چیست؟ روزنامه کیهان هم نوشته حدود 50% مردم در ایران وسیله نقلیه ندارند و به عنوان فروشنده های بنزین افت قیمت اجباری ایجاد می کنند. روزنامه آرمان ملی و خبرگزاری اقتصاد آنلاین هم این اقدام را موجب ایجاد بازار سیاه و خلاف سیاست های جمعیتی کشور ارزیابی کردند. دو روز پیش وزیر نفت اعلام کرد در طرحی قرار است ماهانه برای همه مردم بر حسب کارت ملی 15 لیتر اعتبار بنزین واریز شود و مردم می توانند آن را خرید و فروش کنند.
از بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی پرسیدیم عمده انتقادهایی که رسانه‌ها به این طرح بنزینی دولت رئیسی دارند چیست؟ مهمترین انتقادها برمیگرده به هدفی که برای اجرای این طرح عنوان شده که گفتن می‌خوام عادلانه این یارانه سوخت به همه مردم برسه و مشکلات زندگی همه مردم رو حل بکنه و چیز عمده‌ای که وجود داره اینه که اولاً که با این مقدار پولی که قراره پرداخت بشه چند وعده جلو مرغ میشه خرید. اگر فرض کنیم که خانواده دو نفر باشه ماشین هم نداشته باشن با مقدار بنزینی که میگیرن یه چیزی در حدود 80 90 هزار تومان پول در ماه بهشون پرداخت میشه، چند تا مرغ میشه با این خرید، چند کیلو سیب زمینی میشه خرید. اینجور مسائل رو بررسی کردم و بعد اومدم و از اینجا به این مرحله میرسن که این طرح کارشناسی نشده، مخالفت باهاش وجود داشته در دولت، در مجلس و اجرای اون در پی افشای یک نامه محرمانه است. یعنی از قبل از افشای این نامه خبری از اجرای اون نبودش دیگه، وقتی افشا شد مجبور شدن انگار که دارن اجراش میکنن و همه متفق القولن گرچه که شاید عنوانش نمیکنن که دولت برنامه‌اش اینه که قیمت بنزین رو افزایش بده، مقدار بنزین سهمیه‌ای رو هم کاهش بده، از این طریق بتونه کسب درآمد بکنه. توضیحات بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا رو میشنیدید. 12 سال از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و سپس اعتراض گسترده رای دهندگان به نتایج انتخابات و شکلگیری جریانی به نام جنبش سبز می‌گذرد. حالا حکومت برای گرامی داشت 9 دی و تجدید میثاق با علی خامنه‌ای در تهران و برخی استان‌های دیگر راهپیمایی برگزار می‌کند. راهپیمایی 9 دی سال 88 که از سوی حکومت سازماندهی شده بود، واکنشی بود به مجموعه اعتراض‌های خیابانی مردم در روزهای 5 و 6 دی در شهرهای مختلف ایران که در آن علیه علی خامنه‌ای و کلیت نظام شعار دادند. هنوز آماری از جانباختگان اعتراض‌های سال 88 اعلام نشده، ولی رسانه جرس به نقل از بولتن محرمانه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان را 37 نفر اعلام کرد. اگر به سخنرانی‌های علی خامنه‌ای پس از حوادثی مثل آنچه در سال 88 رخ داد نگاه کنیم، همیشه گفته مردم آن کسانی هستند که در مناسبت‌های حکومتی شرکت کردند. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم این تعریف از مردم چقدر با تعریف متداول منطبق است. بله، یه سخنرانی خیلی معروفی داره رهبر مادام العمر ایران 19 بهمن 1396 توی جمع افسران نیروی هوایی ارتش گفته. اونجا راجع مردم میگه اشتباه نکنید، مردم این اوباش نمیدونم کسانی که اختشاش میکنن نیستن و توضیح میده از نگاه خودش مردم کیا هستن. میگه مردم هم کسانی هستن که میان 22 بهمن رو برگزار میکنن، مردم هم کسانی هستن که میان راهپیمایی 9 دی رو در اعتراض به در واقع در واکنش به اعتراض جنبش سبز عاشورا و تاسوعای 88 برگزار میکنن. این تعریف رهبر جمهوری اسلامی است. در واقع یکی از حیرت آورترین در این حال مضحکترین و یکی از خطرناکترین مواضع رسمی نظام ایران است. خیلی روشن میگه مردم از نگاه ما شهروندان ایران زمین یا کسانی که مثلا شناسنامه ایرانی دارن یا داخل جغرافیای ایران زندگی میکنن نیستن، بلکه مردم کسانی هستن که تابع ما هستن و حرف ما رو گوش میکنن. واقعیت نیستش که این روایت اگر قرار بود به جواب برسه، مخصوصا با این پروپاگاندای عظیم، سرمایه عظیمی که حکومت ما روی پروپاگاندا و تبلیغات میکنه، الان حکومت ایران هیچ مشکلی نداشت اگر قرار بود به نتیجه برسه. به نتیجه نمیرسه چون با ذات بشری در تضاد، چون با هویت ماهیت انسان در تضاد، با ماهیت عقل در تضاد. منطقا روز به روز هم داره بیشتر خودش رو نشون میده. مردم، اکثریت مردم ایران هستن، صداشون هم الان خیلی روشنه. شما اگر کمی از تریبون‌های رسمی فاصله بگیرید، دیگه مهم نیست در توییتر باشید، در اینترنت باشید، در فیسبوک یا اینستاگرام، به وضوح شما اکثریت رو می‌بینید که از سبک زندگی گرفته تا شعارهای سیاسی حرفای می‌زنن برخلاف آن چیزی که حکومت میگه. توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو می‌شنیدید. یک روز پس از حمله اسرائیل به بندر لاذقیه در سوریه که طی آن محموله‌های تسلیحاتی سپاه پاسداران هدف قرار گرفت، وزیر دفاع این کشور اعلام کرد به ایران اجازه نخواهد داد برای عوامل تهدید کننده شهروندان اسرائیل سلاح ارسال کند. بنی گنتس در بازدید از یک پایگاه نیروی هوایی این کشور گفت ارتش اسرائیل طی سال جاری در جبهه‌های مختلف با تهدیدهای مواجه بوده که همه آنها از طرف ایران بوده است.
بیشتر بشنویم از واکنش ها نسبت به حمله به لازقیه از همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. اسرائیل در چند سال گذشته بارها و بارها به مناطق مختلفی در خاک سوریه گفته شده که حمله کرده. این حملات اصولا به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و برای استقرار نیافتن جمهوری اسلامی در سوریه بوده و یا حمل محموله هایی که از جمهوری اسلامی برای حزب الله لبنان می اومده، اما این بار این حمله از همانطوری که به اسرائیل نسبت داده شده از سوی دریای مدیترانه دو هواپیمای F-16 اسرائیلی چند موشک به سوی بزرگترین و مهمترین بندر سوریه، بندر لازقیه، شلیک کردند که خسارات زیادی به این بندر وارد کرده و ساعت‌ها این قسمتی از این بندر در آتش می‌سوخته. بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی و همینطور دیدبان حقوق بشر سوریه محموله هایی را که از ایران به سوی سوریه آمده بودند تا به حزب الله لبنان برسند هدف این حمله قرار داده. اما مهمترین مسئله‌ای که در اینجا مطرح هست نزدیکی یکی از پایگاه‌های بزرگ روسیه به این بندر هستش. یکی از ژنرال‌های ارتش روسیه که در سوریه هستش دیروز به خبرگزاری ها گفت که ما در حقیقت سوریه پدافند هوایی خودش را راه ننداخته و به سوی هواپیماهای اسرائیلی شلیک نکرده، به این دلیل که یکی از هواپیماهای روسی در حال فرود آمدن در فرودگاهی بوده که 20 کیلومتری بندر لازقیه قرار داشته. در هر صورت نزاع هر روز و هر ساعت در این منطقه حساس تر میشه. توضیحات همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر. دبیر کمیته علمی مبارزه با کرونا اعلام کرد سویه اومیکرون در حال گردش در سراسر کشور است. به گفته حمیدرضا جماعتی در صورت رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی تا چند هفته آینده با پیک جدید کرونا مواجه خواهیم شد. او در ادامه از تصویب پیشنهاد واکسیناسیون برای کودکان 5 تا 11 ساله در کمیته ملی واکسن خبر داد. طرحی که ستاد ملی مقابله با کرونا باید در رابطه با آن تصمیم گیری کند. به گزارش وبسایت رکنا، جمعی از زنان که دیروز سه‌شنبه برای ورزش صبحگاهی به پارکی در شهرک مریم در شهریار رفته بودند، مورد حمله یک مرد اسیدپاش قرار گرفتند. طبق گزارش‌ها این مرد ماسک به صورت داشته و پشت بوته‌های پارک پنهان بوده است. پلیس غرب تهران مدعی شده متهم دچار بیماری روانی است و تحقیقات برای دستگیری این مرد اسیدپاش ادامه دارد. وزارت صمت گزارش داد قیمت برخی کالاهای اساسی مانند شکر در یک سال گذشته تا 76% گران شده است. بر اساس این گزارش قیمت انواع برنج ایرانی هم 55 تا 57% افزایش یافته. در این گزارش آمده قیمت گوشت گوساله حدود 42% و گوشت گوسفند حدود 19% افزایش داشته است. منوچهر آریانپور فرهنگ نویس، مترجم و مؤلف فرهنگ لغت آریانپور روز دوشنبه ششم دی ماه در 92 سالگی درگذشت. منوچهر آریانپور فرزند عباس آریانپور کاشانی مؤسس مدرسه عالی ترجمه سال 1308 در کاشان متولد شد و دکترای خود را از دانشگاه کلرادو در آمریکا دریافت کرد. مجموعه لغتنامه‌های فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی آریانپور جزو آثار شناخته شده این ادیب فارسی زبان است. همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی بازنشستگان در تهران و چند شهر دیگر، وزیر کشور ایران در واکنش به گسترش تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف گفت در مواردی که توانایی برآورده کردن مطالبات معترضان را نداریم، سعی می‌کنیم آنها را توجیه و قانع کنیم. گزارشی بشنویم در همین رابطه از شبنم آذر. دولت 13 اهل تصمیمات یک شبه نیست. دولت 13 دولت مردمی است، نه دولت امنیتی. در لحظاتی که سخنگوی دولت از غیر امنیتی بودن رویکرد دولت 13 نسبت به بحران‌های داخلی ایران می‌گوید، صدای معترضان در خیابان‌های دست کم 10 شهر ایران پیچیده. برای رفع تبعیض معلم اتاقی، برای رفع تبعیض با
بازنشستگان، معلمان و کارگرانی که نمایندگان آنها همین چند روز پیش در مقابل ساختمان مجلس در بهارستان مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند. دولت سیزدهم اهل خبرهای تلخ صبح جمعه نیست. دولتی که خودش را اهل خبرهای بد صبح جمعه نمی داند، اما در همان آغاز کارش جمعه خونین اصفهان را به تقویم اضافه کرد و تجمعات مردم تشنه شهرهای خوزستان را با خشونت سرکوب کرد. دیوارهایی که از طرف ماموران در تجمعات کشیده می شود دیگر برای مردم تصویر هولناکی نیست. به همان اندازه که احضارها و تهدیدها بیشتر می شود، اعتراضات هم گسترده تر و شعارها تندتر شده. خواستهای به حقی که به دلیل عدم رسیدگی در دولت و مجلس حالا به شعارهای علیه کلیت نظام تبدیل شده. کشورمون آباد بشه، تا وطنمون وطن بشه، شما همه چیز رو نابود کردید. وزیر کشور ایران اما میگوید دولت در مواردی که توانایی برآورده کردن مطالبات معترضان را ندارد سعی میکند آنها را توجیه و قانع کند که نمیتواند خواسته های آنها را عملی کند. اعتراف وزیر به ناکارآمدی نظام در رفع مشکلات ساختاری و زیربنایی همزمان است با اظهارات سخنگوی سپاه پاسداران که باز هم پای دیگران را به میانه میکشد و آنچه او استکبار میخواند را عامل بزرگنمایی مشکلات معیشتی و صنفی مردم میداند. نظامی که دستگاه امنیتیش در کار اقناسازی یا به عبارت بهتر مرعوب سازی، دستگاه قضاییش در کار پرونده سازی و سپاهش به عنوان بازوی نظامی اطلاعاتی در کار اتهام سازی برای مردمی است که تنها برای تحقق نیافتن حقوق اولیهشان دست از اعتراض نمی کشند. شبنم آذر. تشدید آلودگی هوا در استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی باعث تعطیلی مدارس در شهرهای مختلف این استانها شد. آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از تعطیلی مدارس تبریز و سه شهر دیگر این استان در روز چهارشنبه خبر داد. همزمان مدارس 11 شهر استان اصفهان به دلیل استمرار آلودگی شدید هوا برای دومین روز متوالی تعطیل اعلام شد. کیفیت هوا در تعداد دیگری از کلان شهرها از جمله تهران، مشهد، عراق و کرج هم برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم است. همزمان روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز از آغاز استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی تبریز خبر داد. با توجه به اینکه کلان شهرهای ایران سالهاست درگیر آلودگی هوا به خصوص در فصل زمستان هستند، از ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست پرسیدیم چه عواملی در به وجود آوردن این آلودگی دخیل است. ابتدا ببینید این دی ماه که ما الان توش هستیم به صلاح اوج آلودگی هواست در همه ایران، یعنی معمولا ما اگر یک نمودار رسم کنیم مثلا این در دی ماه به اوج میرسه آلودگی هوا، در تیر ماه به حد اقل میرسه. طبیعتا در دی ماه مدیریت شهری، مدیریت سامانه ترافیک، مدیریت محیط زیست باید خیلی متفاوت باشه با ماهای دیگه، اما متاسفانه شما ببینید هیچ تفاوتی وجود نداره، نه در توزیع سوخت، نه در مدیریت به اصطلاح ترافیک، مدیریت به اصطلاح زندگی روزانه مردم در چنین ماه خاصی، ماه دی ماه که قطعاً در این ماه هزاران همیهن ما جانشون رو به خاطر آلودگی هوا از دست میدن. ما که ما میگیم مثلا سالی چند هزار نفر میمیرن به خاطر آلودگی هوا، تعداد خیلی زیادیش، درصد قابل توجهش در همین دی ماه. اگر بخوام بگم عوامل اصلی چی، من باید به یک کلمه کلیدی فسیل اشاره کنم،
سوخت فسیلی و مدیریت فسیلی. حالا چرا مدیریت فسیلی؟ یعنی من خیلی دوست داشتم الان یکی از مقامات جمهوری اسلامی اینجا بود، ازش سه تا سوال میپرسیدن. میزان واقعی گوگرد در گازوئیلی که دارید توزیع میکنید چقدره؟ این روزی 400 هزار بشکه مازوتی که رو دستتون میمونه تو پالایشگاه‌ها و نمیتونید صادرش بکنید، دارید باش چیکار میکنید؟ و نکته سوم، چرا در دی ماه باید مردم مجبور باشن 7 صبح 8 صبح که به حساب لحظه بیشترین شدت اینورژن هست از خونه بیان بیرون؟ چرا اینقدر گفته شده در همین سالها که ساعت کار رو در دی ماه بکنید 9 یا 10 صبح که مردم دیرتر بیان بیرون، سطح زمین گرمتر شده باشه، اینورژن شدتش کمتر شده باشه؟ چرا این کارو نکردید؟ سوالای متعدد این شکلی که میگم، مدیریت فسیلی که متکی هست به یک سوخت فسیلی. توضیحات ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو رو میشنیدید. در ادامه از منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست پرسیدیم عملکرد حکومت مثل استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها یا عدم تخصیص بودجه لازم برای مبارزه با آلودگی هوا چقدر در تشدید وضعیت موجود مؤثر بوده است. حداقلش میتونن مازوتی که داره تولید میشه گوگل زدایی بکنن، میتونن ولی انجام نمیدن. میتونن قانون هوای پاک اجرا بکنن ولی اجرا نمیکنن، اصلا اراده‌ای وجود نداره. از طرف دیگر هم به انگار آلوده شدن هوا مخصوصا در کلان شهرها به ویژه در تهران نرمالیزه شده، نرمال شده، مردم عادت کردن. از اول سال تا به امروز تهران تنها 2 روز هوای پاکو داشته. توضیحات منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست رو میشنیدید. رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود میگوید 23% سموم مورد استفاده در کشور پرخطر است. به گفته مهدی حسینی گزدی، سهم سموم نسل جدید از بازار کشور 5-7% است. این سهم باید 40-50% باشد تا محصولات کشاورزی برگشت نخورد. همزمان دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران از کشورهای مختلف را سوء تفاهم ساده دانسته و میگوید محصولات تولید ایران هیچ نوع آلودگی ندارند. در همین حال یکی از اعضای هیئت علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی سالم نبودن محصولات کشاورزی را تایید کرده. رسول کدخدایی به خبر آنلاین گفته آفتکش‌ها و کودهای شیمیایی در بعضی از محصولات بالاتر از حد مجاز است. جزئیات بیشتر در همین رابطه رو در گزارشی از نیلوفر رستمی بشنویم. نخست، واردات کیوی و فلفل دلمه ایرانی از سوی روسیه، هند و امارات متحده عربی ممنوع شد و حالا نوبت به سیب زمینی رسیده. چند روز پیش ازبکستان و ترکمنستان اعلام کردند تا اطلاع ثانوی سیب زمینی ایرانی را نمی‌خواهند. با این حال مسئولان کشور هر کدام دلیلی برای منع شدن واردات سه محصول کشاورزی ارائه کردند. برخی بدون ارائه مدرک و سندی آن را متأثر از اعمال نفوذ بازرگانان اسرائیلی و یا بزرگنمایی رسانه‌ها خواندند و برخی دیگر علت را مطابقت نداشتن این محصولات با استانداردهای بهداشتی عنوان کردند. روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک، کل ماجرا را رد کرده و گفته از ترکمنستان هیچ محموله سیب زمینی برگشت نخورده و فقط یک کامیون از ازبکستان به دلیل حجم خاک زیادی که دورش بوده بازگشته که آن هم به گفته او پس از تمیز شدن مجددا فرستاده شده است. رحمان قره‌باش، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان هم بازگشت سیب زمینی ها را بزرگنمایی رسانه‌ها خوانده. یکی گفته 100 تن سیب زمینی برگشت خورده و دیگری رقم 3500 تن را عنوان کرده. اما محمد رحیم نیازی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان سیب زمینی، نظر متفاوتی از بقیه مسئولان دارد. او استفاده از سم چینی را دلیل اتفاق دانسته و گفته احتمال دارد چین در تحویل سم به ایران تقلب کرده باشد و سمی که تحویل داده سمی نباشد که در ابتدا معرفی کرده. شاپور علای مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات ایران هم گفته وقتی مبدأ واردات سم محدود است این مشکلات هم پیش می آید. اشاره به مشکلاتی که رهبر ایران هم پیشتر داشت و آن را منوط به تحریم ها عنوان کرده بود. ابراهیم رئیسی اما در واکنش بازگشت سه محصول کشاورزی همان حرفای همیشگی را تکرار کرده و گفته طبیعی است که بدخواهان به دنبال خرابکاری در روابط ایران با همسایگانشان باشند که باید مراقبت کرد. گفته های او در حالی است که بزرگترین منبع درآمد ایران پس از نفت محصولات کشاورزی است.
هنوز مردم از دلیل واقعی بازپس فرستادن محصولات کشاورزی خبری ندارند. برخی هم نگرانی هایشان را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند که سرنوشت محصولات صادراتی که از دیگر کشورها برگشت خورده چه می شود؟ نابود می شوند و یا با عرضه در بازار داخلی نهایتاً باید خودشان استفاده کنند. نیلوفر رستمی، واشنگتن. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.